در سومین روز اعتراضات بدخشان مردم ولسوالی ارگو مراسم تشییع جنازه عبدالباسد جوان کشته شده به دست نیروهای طالبان را برگزار کردند عبدالباسد 25 ساله فرزند محمد ناصر از باشندگان ولسوالی ارگو بود او تازه داماد بود و اخیراً ازدواج کرده بود مردم بدخشان میگویند افرادی که به نام نابودی کشت کوکنار به ارگو رفته بودند نظام الدین بای را در ولسوالی درایم و عبدالباسط را در ولسوالی ارگو کشته اند. منابع با فرستادن نوارهای تصویری میگویند که قاری طیب معاون والی طالبان صبح امروز برای حل اعتراضات به شهرستان ارگو آمده بود و بجای جای توجه به خواستهای معترضین بر روی آنان شلیک کردند منابع افزودن که اعتراضات مردمی در شهرستان ارگوی بدخشان علیه گروه طالبان همچنان به قوت خود ادامه دارد. منابع به نقل از معترضی میگویند که اعتراضات مردمی تا نیل به هدفشان که برچیدن بساط رژیم نامشروع طالبان از بدخشان است ادامه خواهد داشت. در این حال قاری فصیودین به مردم بدخشان میگوید اعتراض و بقاوت نکنید. قاری اسیودین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان که به تازگی در رس حیاتی از سوی طالبان برای پایان اعتراضات مردمی مقرر شده است در یک پیام صوتی نه دقیقه ای به تکرار اعتراضات مردم را به کشت تریاک رب داده و سنگ پرتاب کردن به سوی طالبان را توهین به خود مردم می داند و می گوید که نباید دیگر کسی اعتراض کند. قاری فسیح و این بد است که یک عالم دین مردم را به خاطر تریاک تشویق و بقاوت می کند. این گفته ها در حالی ابلاغ می شود که معترضان و عالمان درایم و ارگو می گویند که طالبان به خانه هایشان تجاوز کرده و باید از ولسوالی آنها بیرون شوند. و احمد بشیر سمین والی پیشین بدخشان می گوید به سقوط گروه طالبان نزدیک شده ایم.